به نام خدا. سلام بچه ها، امروز آخرین قسمتی هست که حل تست های حد پیشرفته رو برای شما در نظر گرفتیم. انشاءالله که بتونین استفاده وافی رو هم ببرین نظرش و نکات آخر رو هم برای خودتون یادداشت کنین. موضوع اون همچنان حد هست، بریم ادامه کار رو پیگیری کنیم. شماره 23 ببینیم، حاصلی همچین حدی میخواد x به سمت منفی 1. خیلی رادیکال تو رادیکال، احتمالا اگه 0 بشه من باید چه حرکتی بزنم؟ باید دو بار از مزوج ضرب کردن استفاده کنم. خب آره مزوج، ولی خود مزوج ضرب کردن بلدم، ولی پیچیده میشه، احتمال اشتباه هم میدم. فعلا بذار ببین اصلا 0 میشه واقعیتش، شاید نشد. خدا رو چی دیدی، منفی 1 بذارم میشه 2 منهای 5 به اضافه 3، بیا اینجا 0 شد. 2 منها رادیکال منفی 1 بذار اینجا میشه چند، 4 رادیکال 4 میشه 2، 2 به 2 میشه چند، 4. بعد 2 منهای 2 میشه 0، 0 شد. حالا چی کنم، دوبار مزوج ضرب کنم؟ نه، بیا یه زحمتی برات دارم، عامل پام x به اضافه x منهای من 1، اسمشو بگی چی؟ t. و حد جدیدی بازنویسی کن، یعنی به جای x ها بذار t منهای 1. همه t ها هم به سمت چندن؟ 0ن، چون شما وقتی منفی 1 میذاری به جای x منفی 1 به اضافه 1 میشن، جوابش چند؟ 0. بازنویسی کن ببینم چه خبره اینجا. 2 این t منهای 1 به توان 2 به اضافه 5 این t منهای 1 به اضافه چند؟ 3. دارم این روش رو به جای اون دوبار مزوج ضرب کردن آموزش میدم. حالا 2 منهای رادیکال 2 به اضافه رادیکال، رادیکال تو رادیکال بود که، 3 منهای به جای ایکسش قرارش رو بنویسی چی؟ اینجا ببینید کن، اینم تی منهای 1، همه ایکس ها گذاشتم تی منهای 1. یه سر مرتب کن، چقدر شلوغ شد. اتا تی 2 باید میشه 2 تا تی 2، منهای 2 تی باید میشه منهای 4 تی، به اضافه 1 باید میشه 2، به اضافه 5 تی هم دارم، منهای 5 به اضافه چند؟ 3. دقت کنی بالا مثلا شما ساده کاری در حد چی داری؟ در حد اینکه 2 و 3 و منفی 5 با هم چی میشن؟ هست میشن دیگه، در این حد چیزایی داره. پایینو بیا، 2 منهای رادیکال 2 به اضافه اینجا 3 باید میشه چند؟ 4 منهای چند؟ تی. آره اینجوری تی. خب بالا تی به سمت 0 هم هست، یه تی میشه فاکتور گرفت. این تی از این تی فاکتور بگیرم میمونه چند؟ 2 تی من ها اینجا میشه 5 تی، با این تی میشه یه دونه تی که میشه 1 دیگه، با اونش میشه 1. هست پایین من چشم 1 0 گرفته داریم مگه؟ آره منظورم برنولی است. یه 4 زوری اینجا فاکتور بگی، 4 زوری فاکتور بگی رادیکال بیا بیرون میشه چند؟ 2 2 رادیکال 4 فاکتور گرفتی، 1 1 میونه تی 4 مونده. الان 1 0 رو داره میبینی، برو تو فضای برنولی. تی در 2 تی به اضافه کاری ندارم، 2 منهای رادیکال 2 به اضافه 2. آقا این برنولی خودش رو می نوشتیم، خودش رو می نویسم، 1 منهای تی 4 رو می نویسم، توان این ناحیه چند؟ 1 دوم، 1 دوم می نویم بغل، دست در نکنه. اون وقت چه اتفاقی می افته؟ تی در 2 تی به اضافه 1، 2 منهای رادیکال 2 به اضافه این 2 رو داخل این ضرب کن که میشه 2، داخل اون یکم ضرب بشه میره میشه منهای چند؟ تی 4. این مدلی درسته؟ خب ساده کاری کن، داریم دیگه این تی، اینم 2 تی به اضافه چند؟ 1. دوباره اینجا 2 منهای رادیکال 4 دیده میشه، ای بابا دوباره 4 دیگه فاکتور بگی بفرست بیرون، 1 بشه برنولی ایجاد بشه، باش تی 2 تی به اضافه 1، 2 4 اومد بیرون شد 2 رادیکال 1 منه تی چندم؟ 16. این 1 صفر ایجاد میکنم برای خودم، برنولی بده بیاد آخر مرحله رو شروع بکنم. 2 تی به اضافه چند؟ 1. 2 منهای 2 در اون 1 منهای تی 16 هم می نویسم، توانش 1 دوم، 1 دوم میدم اینجا، دعا با هم میره بالا. اینجا تی در 2 تی به اضافه 1 هست، این 2 با این 2 میره، فقط اینجا یه تی 16 هم تو مخرج باقی میمونه برشون. خب تی هم با تی میره، 16 میمونه پایین، 1 16 هم میمونه، با 2 تی به اضافه 1 تی هم میذارم 0، میشه 1 به 1 16 هم، جواب 16 شما پیدا میکنی. گزینه چند؟ گزینه 3. آقا خیلی پیچیده تر شد. آره ببینیم فلسفهش این بود که شما دوبار مزوج رو مثلا بلدی، یا اون راه رو اجرا کنی، یا اینکه نه مثلا بیا یه کار دیگه انجام بدی، بگوین به جای که دوبار مزوج بزنی بالا رو هم تجزیه کنی، به یه جوری زورچپون برنولی. این درست طولانی شد، ولی حداقل تمرین خوبی بود که شما هی برنولی رو برای خودتون چیکار کنید تو ذهنتون بشخ و اجرا کنی. برای من
تازه بعدنها در آینده مشتق یاد بگیریم با خوبتال راحت تر حل میشه. الان یه خورده دست و بالم بسته است، زیاد نمیتونم حرف و خوبتال بزنم، ولی بعدن که مشتق یاد گرفتی این با خوبتال سریع تر حل میشه. این تمرین ها رو انجام بده که قشنگ برنه تو ذهنت یه خورده بچرخه، بفهمی داستان چه. تی یک ایجاد کن، فاکتور بگیر یک بشه، از اونها مثلا تو ذهنت هی بازی داده بشه. بریم بسافت. حد برکت داره، یک راست. اول برکت خلاص میشم، ساده کاری میکنم، چیزی باقی مون حد میگیرم. جمله برکت یادت هست که یک راست رو بفرستم داخل ببینم یک راست برکت چی میشه. یک راست این برکتی جوابش میشه ببین این تیکه برکت یک راست جوابش میشه یک. حد دو باز نمیسی کن با این بقیهش میکنه ندارم ها، فقط دو ماره ساده. این شد یک دیگه، یک راست یک به اضافه کوسینوس پی ایکس، ایکس به سمت یکه. دیگه به راستش توجه نمیکنم چون برکت رو تاثیر میخواست بذاری که گذاشتی. آقا تجزیه داره. آره آره، این سینوس دو ببینید یکه مینه چی؟ کوسینوس به توان دو پی ایکس، این یکه به اضافه کوسینوس پی ایکس. ببینید اتحاد مزدوج دارم بالی، یکه مینه کوسینوس پی ایکس، یکه به اضافه کوسینوس پی ایکس، پایین هم یکه به اضافه کوسینوس پی ایکس. این ساده کاریر بزن اینجا تمام. مون فقط این عبارت. خب این عبارت یک مینه کوسینوس یک بذارم میشه کوسینوس پی، کوسینوس پی هم منفی یک، جواب چند میشه؟ میشه دو. گزینه چند هم میزنم؟ دو. اینم ساده کاری شده دیگه. بریم بعدی. 28 یه تابع براکتی معرفی کرده که حالا شانسن داخلش قدر ایکسه، میگه در کدام نقطه حد دارد. آه. تک براکت میگه بله، تک براکت منطقا هر جا داخلش عدد صحیح بشه باید حد ندار بشه، منطقا معمولا اینجوری بگیم. خب جمله ادامه داشتی قبلا دیگه، دو بذارم اینجا عدد صحیح میشه حد ندار، یک اینجا بذارم حد ندار، سه اینجا بذارم منفی سه اینجا بذارم، اگه خوب دقت کنیم منفی سه اینجا بذارم میشه سه، عدد صحیح شد حد ندار، صفر بذارم صفر قدمترش صفر، عدد صحیح شد حد ندار، چهار تاش هم منطقا باید حد ندار باشه. خب بعد جملت ادامه ده، آقا براکت داخلش عدد صحیح بشه منطقا حد نداره مگه اینکه یا پشتش صفر کننده باشه، پشت این براکت خبری نیست، یا اینکه داخلش به مینیمم برسه. داخلش قدر ایکس، قدر ایکس شو بلدی؟ آره. کجا به مینیمم میرسه؟ صفر. پس تو صفر حد داره. پس ببین جمله اینجوری شد، من منطق اینجوری بود که آقا این منطقا حد ندارد، اینم اولش همه رو زدیم حد ندارد، اولش همه رو زدیم حد ندارد، بعد اومدیم یه تجدید نظر کنیم. این دوه اینجا که چی نداشت، داخلش قدر منطق ایکس، ببین قدر منطقش یه همچه شکل دیگه، این قدر ایکسه، توی صفر میرسه به کمترین حالتش، به مینیمومش اصطلاحا. پس این همه‌شون حد ندارد 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 میمونه. این یه دونه رو اصلاحیه میزنیم، میگیم این چی هستش، این حد دار میشه. برای شما میخوای یه حد هم بگیرم، بر ببین یه بار ایکس به سمت صفر راست حساب کنیم، یه بار ایکس به سمت صفر چپ حساب کنیم. براکت براکت قدم تا قدم تا، صفر بذارم اینجا راست، صفر بذارم اینجا چپ، صفر راست قدم تقش صفر راسته، جواب میشه چند؟ صفر. صفر چپ قدم تقش میشه صفر راست. ببین صفر چپ منفی یه دهم، قدم تق میگیری میشه یه دهم، میشه از صفر بیشتر. این جوابش میشه چند؟ صفر. دوتاش هم یکسان شد، شما میرسی به عدد چی؟ صفر. اینجا لازمه که من این نکته خیلی ظریفی رو به شما بگم توی این قدم تق زدنه که خیلی مهمه. هاشه تو که الان گزینه زدی یه گزینه چهار شد و تموم شد پیکاش. اینجا یه خورده دقت کن. آقا دو راست قدم تقش چی میشه؟ میگی دو راست دو بیشتر قدم تقش هم هم دو یه دام دو یه دام. دو کمتر قدم تقش چی میشه؟ میگی دو کمتر یک و نه دهم، یک و نه دهم اینم میشه دو کمتر. مشکلی نداریم تا حالا. منفی دو قدم تق منفی دو یه ذره بیشتر، قدم تق منفی دو یه ذره چی؟ کمتر. آقا منفی دو یه ذره بیشتر برای شما میشه چی؟ منفی یک و نه دهم. قدم تقش میشه یک و نه دهم، یعنی از دو کمتر. منفی دو یه ذره کمتر، منفی دو یه ذره کمتر، منفی دو یه دهم. قدم تقش میشه دو یه دهم، یعنی از دو یه ذره بیشتر. فهمیدی چی شد؟ عوض شدن. اونجا عوض نشد، اینجا عوض شد. حالا برو تو صفر. قدر مطلق صفر چی؟ صفر راست. صفر راست قدم مطلق صفر چپ.
اون صفر به خدا تنها عددیه که سمت راستش مثبته، سمت چپش منفیه. سمت راستش مثبته، سمت چپش منفیه. تو برای قد یه منفی هم میذاری که بشه صفر راست. این دوتاش یکسان شد، صفر نقطه مرزیه اصطلاح. وگرنه دو سمت راست و چپش مثبته، خودشون میان بیرون. قدومتق وقتی داخلش مثبته خودشون میان بیرون، قدومتق وقتی داخلش منفیه قرینه هاشون میاد بیرون. متوجه منظور؟ اما صفره میگی بر اساس راست و چپش تصمیم میگم چی بیاد بیرون. این قدومتق زدن ها که بعدا میره تو براکت مثل این یه خورده تفاوت میکنه تو حاصل ها، حواستون جمع باشه. اینا رو به عنوان نمونه تو ذهن خودتون چیه داشته باشین. بریم 29. ببینیم 29 راجبه چی داره سوال میکنه. بیا به سمت یک سوم یه حد براکتی دارم. چپ راستش مهمه دیگه. آره نیا کن منهای دو تقسیم بر یک سوم میشه منفی 6 عدد صحیح شد. پس چپ راستش مهمه که بنده خدا گفته راست این چپش رو صحبت کنیم با شما. چشم صحبت میکنم. فعلا عدد یک سوم بذار داخلش. یه دونه براکت داره. براکت رو خلاص شم دیگه جواب حد رو من به شما دادم دیگه، ساده کاری نداره که اصلا. آقا این میشه منهای دو تقسیم بر یک سوم میشه دور در دور میکنم و اینا میشه منفی چند 6. منفی 6 راست یا چپ؟ این ذره مهمه. راست. الان شما میفرمایید که ایکستون از یک سوم چی هستش؟ میگی کمتره. میگید یک سوم چپ دیگه، یک سوم کم. بینو بساز. بساز هم؟ یه معکوس میکنم. چون مثبته معکوس میکنم. جهتم بر میگرده. اینجا میشن 3. یه منهای دو هم ضرب کنم. منهای دو ضرب کنم. اینجا هم میشه منهای 6. جهت باید دوباره بر. دو بار جهت برگشت. پس الان این منهای دو ایکسوم که ساختی جوابش هم شد منفی 6. منفی 6 کمتره. منفی 6 کمتره. منفی 6 کمتر جواب برکت منفی 7. این یکی. دوم یه نکته ای چه قبل داشتیم گفته بودیم آقا دو تا مورد هستن که چپ و راست کنندن تو بحث براکت ما، این تو بحث حد چپ و راست که تو براکت مطرح میشه. یک موقعی که منفی میاد پشت ایکس، دو موقعی که ایکس میره تو مخرج، مشروط تو مخرج. مگه من به شما چپ ندادم اینجا؟ هر دو مورد اجرا شده. یه بار منفی بغل مشروطه، یه بارم که مشروط رفته تو مخرج. یعنی دو بار چپ و راست کن، دو بار چپ و راست کن. یعنی خودش رو ارائه بده، خودش رو ارائه بده، اینجوری چپ رو چپ ارائه بده. تموم شد. چپ و چپ ارائه میده، جواب براکت منفی 6 چپش هم میشه منفی چند 7. تمام. حالا شماره 30 ببینیم. براکت یک هیکسون دارم میبینم، یک به سمت یک چپ و یک راستش رو میخواد با شما مثلا در این بذاره که حدشون چی میشه. بیا برای حساب کار نداره که این دیگه. الان شما اینجا یک یکم بذاری جوابش میشه چند؟ یک. خب با چپ شروع کردی، چون مچو تو مخرج چپ و راستش میکنیم، با راست تمامش میکنی و جواب شما چی میشه؟ میشه یک به اضافه. حالا دوباره اینجا یک یکم برای شما میشه چی؟ یک. فقط بحث براکت. آ با راست شروع کردی، چپ و راست میکنه، با یک تمامش میکنی، با چپ تمامش میکنی، اینجا چند میشه؟ صفر. خروجی یک. تمامش رفتی گزینه چند؟ دو. بریم شما چند؟ شماره 31 الان. حاصل این حدها رو میخوام ایکس بسم صفر. یعنی من دو تا حد رو باید برات حساب کنم دیگه. بعد جالب اینجاست که چون براکت هم دارم باید راست و چپش رو چیکار کنم؟ متفاوت حرف بزنیم. ببین چه با هم حرف بزنیم، کاری نداری که. سریعتر هم میشه. آره سریعتر هم میشه ها. ولی حالا ببین نگاه کن اینو من میدونم چیکار کنم. صفر اینجا رو عدد صحیح میکنه. 3 صفر تا 0 تا عدد صحیح میشه. پس منطقا باید بگم حد ندارد مگر اینکه یه اصلاحیه براش بزنیم. آیا این سینوس تو صفر به مینیموم میرسه؟ میگی بابا سینوس شکش یه همچین چیزی بود، حالا این سه هم داره یه خورده این کشیده تر میشه، این یه همچین شکلیه. تو صفر کجا به مینیموم میرسه؟ تو صفر مینیموم نیست که. میگم خب پس پشتشم که هیچ خبری نیست که، این هم حد نداردش تایید میشه، حد ندارد. این چیز هم میتونی رای سری بگی؟ میرم میشه گفته. ببینیم صفر بذارم این میشه چی برای شما؟ صفر بذارم کسون صفر میشه یک، میشه براکت 3. این منطقا باید اینم حد ندارد باشه، مگه اینکه پشتش صفر کننده باشه که نیست، پشتش صفر کننده نیست. شاید هم داخلش به مینیموم برسه. این کوسینوس، اگه کوسینوس رو صحبت میکنی که یه همچین مدلیه اینجوریه، تو مخرجه به ماکسیموم رسیده، چون برعکس شدنه برعکسشه، پس به مینیموم میرسه. آها این اصلاحیه بزن، این میشه حد دارد. پس بریم حد دارد رو با هم دیگه حساب کنیم.
صفر راست چپ بزنم کدومو بزنم هیچ فرق نمیکنه، چون بالاخره میخوای حد دارت بگی دیگه جوابشو دیگه، یه عددی بهم بگو من این قله قضیه رو بکنم. صفر مثلا راست، از صفر راست یا حتی اگه صفر چپ بگی این کوسینوس یک میشه، کوسینوس هر کاریش کنی از یک کمتره، هر کاریش کنی از یک کمتره. سه تقسیم یک کمتر میشه از سه یه نموره بالاتر، جواب راکتش چند میشه؟ میشه سه. یعنی حد دارد، راست و چپش هم یکسان به شما حد سه میده، پس میشه سه و حد ندارد گزینه انتخابی من میشه گزینه چند؟ سه. حواستون هست کوسینوس تو صفر به ماکسیموم میرسه، اما چون تو مخرجه میگی چی برعکسش کن، میگی به مینیموم میرسه، به مینیموم میرسه پس حد دارد با تمام میشه. همون حد راست حساب کردم کل قضیه رو کندم بر تو دیگه. اینم از این 31. حالا ببینیم شما چند؟ 32. به ازای کدام مقدار M این تابع تو منفی یک چیه؟ حد دارد. تابع fx x به اضافه یک دوم این حرفو یه بار منفی یک راست این دو برکت یکی منفی یک راست منفی یک چپ میشیم با هم دیگه حرف میزنیم ببینیم که این چرا باید دوباره حساب کنم، چون واسه میخوام M رو حساب کنم برات، یه بار راست یه بار چپ که این مساوی بذارم M برات حساب کتاب بشه. بریم دیگه چیکار کنیم؟ منفی یک سمت چی؟ سمت راست. بریم سوال میکنیم. باش منفی یک بذارم اینجا میشه چی؟ صفر. با راست شروع کردی، با راست هم تمامش کن، چون نه بغل مجهول منفیه نه اینکه مجهول تو مخرج دی، با راست شروع کردی با راست تمامش کن به اضافه ام. آقا منفی یک بذارم اینجا میشه منفی چند؟ چهار. دوم میشه منفی دو. منفی چهار دوم میشه منفی دو. با راست شروع کردی با راست تمامش کن، بازم چرا؟ چون نه بغل دست ایکست منفیه نه اینکه ایکست تو مخرج دیگه. خب باش این میشه سه در صفر، اینم میشه منفی دو که صفره، کلا میشه منفی دو ام به عنوان چی؟ حد راست شما. بریم منفی یک چپ سه در. آقا منفی یک بذاری بالا میشه صفر، این است به اضافه ام. منفی یک بذاری بالا میشه چی؟ اینجا میشه منفی دو دیگه. اینجوری با چپ شروع کردی چپ بذار، با چپ شروع کردیم چپ بذار، این راست و چپ و راست کنندگی نداره دیگه. این میشه 3 در منفی 1، این هم میشه M در منفی 3 برای شما، منهای 3 منهای 3 M هم میشه به عنوان جواب حد شما. خب این حد و این حد باید یکی در بیان، یعنی منهای 3 منهای 3 M باید بشود منفی 2 M، این میره و میشه M خالص مساوی چند؟ منفی 3. و گزینه که میزنم گزینه چند؟ 3. بریم شماره بعدی 33. ببینیم اون چی میگه. یه حدی دارم به سمت منفی 3 شده 2، آ رو مقادیم وسط، اون بالا هم یه آ میشه فاکتور گرفته ها. اول آ رو فاکتور بگی خوره فکرم میشه ساده کاریش کرد، ساده کاری کرد رادیکال هم تو مخرج احتمالا 0 0 روم بشه مزدوج چیزی باید ضرب کنم برات. الان حساب آ رو فاکتور میگیرم، x به اضافه 3 میمونه اینجا، پایینم 1 من رادیکال 5 x به اضافه 6 6. الان شما منفی 3 بذاری میشه آ در 0 که کلا میشه 0، اینجا منفی 3 بذارم میشه منفی 3 بذارم میشه، پس این 16 بود آوین داشتم سوتی میدادم دوره، منفی 15 با 16 میشن 1، رادیکالش هم 1 میشه 0 0. خب 0 0 مزدوج باید ضرب کنی، بله بریم مزدوج ضرب کنیم. این x به اضافه 3 این 1 من رادیکال 5 x به اضافه 16 داری، 5 x به اضافه 16 همینو تو مخرج مزدوج به هم صورت هم ضرب میکنم دیگه، 5 x به اضافه 16 این هم بیه بالا، یک به اضافه رادیکال 5 x به اضافه چند؟ 16. ساده کاری کنید 100 درصد ساده کاری خواهد داشت، این یک به اضافه رادیکال 5 x به اضافه چند؟ 16. پایین اولی به توان یک، دوم به توان رادیکال پر میمونه چی برای شما تو مخرج؟ تو مخرج میمونه منفی مثلا 5 x منفی 16 به اون یک میشه مثبت 15، منفی 5 اینجا هم فاکتور بگیر، پس آ موند و x به اضافه 3 موند و اینجا هم 1 به اضافه رادیکال، نباید اینا رو حالا بنویسم ولی دارم می‌نویسم دیگه، پایینم یه منفی 5 فاکتور بگیری x به اضافه 3 برای شما میگه این منفی 15 دیگه، خب x به اضافه 3 کنسل میشه. حالا وقتشه که منفی 3 بذاری یه بار دیگه، باش آ منفی 3 بذارم شد اینجا 1 به اضافه 1 میشن 2، اینجا منفی هیچ دیگه منفی 5 جوابش شده چند؟ جواب شد 2. خب پس آ رو پیدا کردی دیگه، آ شد منفی 5 دیگه داشت، آ منفی 5 گذاشتن 4. حالا شما رسید 4 یه براکتیه که داخلش تانجانت و سینوسه، ایش به سمت صفر هم هست، حالا صفر راست اینا
یادتون هست که چیکار میکرد؟ میگیم براکت ها مثلا همرزی ها که برای سینوس و تانژان بود، تانژان تو برد و سینوس تو برد خودشون رو بنویسید، جواب براکتش باید دو در بیاد. اینجا اول کار من میام میگم آقا جون تانژانت رو وردا بیا خودش نمیشم، اینا وردا خود اصلا ایکس ها دیگه حذف شدن، تو فقط یه برکت آ داری دیگه، باید به جواب چند برسی؟ به جواب دو برسی. آقا برکت چی دوه؟ خب میگه عدد بین دو تا چند، سه تا شما پیکاشون گذاشت چهار بزن.